خیلی خیلی خوش آمدید به انجمن کوروش. سلام به شما و همه کسانی که صدای من رو میشنوند. ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادید. خانم عبادی، از اینکه دعوت من رو پذیرفتین حتی قبل از اینکه این پروژه شروع بشه، مخصوصا ازتون قدردان هستم. انجمن کوروش هدف اصلیش آمادگی توانمندسازی برای ایران پس از جمهوری اسلامی، بعد از براندازی، بعد از فروپاشی این حکومت هست و عدالت انتقالی به طور کلی، عدالت بعد از جمهوری اسلامی از اولویت‌های ما هست. و من سوال‌هایی که دارم امروز از شما، خیلی لطف کردین که با ما هستین، راجع به همین عدالت انتقالی هست و اینکه ما چه کارهایی از الان باید بکنیم که بتونیم آمادگی درست رو داشته باشیم. خانم عبادی، تا حالا فعالیت هایی که خودتون داشتین، بقیه داشتن در این راه که بتونیم به حقیقت و عدالت بعد از جمهوری اسلامی برسیم رو خودتون چجوری ارزیابی میکنین؟ نکته مثبت و ضعف رو تو چی میبینین؟ نقاط ضعف و قدرت در یک چیز خلاصه میشه: داشتن یا نداشتن آگاهی. و آموزش که چگونه بایستی عمل بکنیم که دو مرتبه در همین سیاه‌چاله فرو نریم، بعد از همین الان شروع بشه، چون بعد از فروپاشی دیگه خیلی دیره. و از این جهت خوشحالم که شما برنامه‌تون در این راستاست و به موقع دارید آموزش میدید. و امیدوارم که همه ما زنده باشیم و اون روز رو ببینیم که این آموزش ها به درد خورده. البته کار به خصوص ما این نیستش که مردم رو آموزش بدیم. کار و امید این پروژه این هستش که متخصصین که تا حالا در زمینه عدالت انتقالی و در زمینه‌های مختلف دیگه، یعنی از محیط زیست گرفته تا آموزش پرورش، بهداشت، اقتصاد، دور هم جمع بکنیم، یعنی ایرانی ها رو دور هم جمع بکنیم و اون ایرانی ها رو وصل بکنیم، همکاریشون رو با متخصصین بین‌المللی قوی تر بکنیم که اونها بتونن این برنامه هایی که دارن برای ایران بعد از جمهوری اسلامی، ایران آزاد، ایرانی که قوی باشه، ایرانی که بتونه از همه لحاظ یک کشوری باشه در سطح بالاترین سطح بین‌المللی، چجوری به اون راه، به اونجا برسیم. هدف بیشتر این هست، یعنی تمرکز رو متخصصین مثل خودتون هست. و برای همینه که میپرسم، مثلا خانم عبادی، شما داخل کشور خب خیلی کار کردین و برای همینم جایزه نوبل رو بردین. از اون تجربه هایی که داخل ایران داشتین، فکر میکنین بزرگترین درسی که دارین خودتون که دوست دارین به بقیه، به نسل بعدی، به جوانترهای خودتون، کسایی که خیلی امیدشون این هست که در زمینه یک قوه قضایی مستقل کار کنن، چی هست؟ ببینید، قوه قضاییه مستقل زمانی امکان پذیره که ساختار سیاسی حکومت درست و دموکرات باشه. در کشوری که دموکراسی صدمه خورده، به هیچ وجه شما نمیتوانید انتظار یک دادرسی عادلانه را داشته باشید. برای اینکه محل اصلی ظلم به مردم در حقیقت قوه قضاییه، یعنی دادگاه هاست. هر کس که ظلمی بهش می شود و یا حکومت ظلم می کنه، چه مردم چه خود حکومت، در کشور دموکراتیک که همه
ارگان‌های سیاسی سر جای خودشون و کارکرد خودشون رو دارن، مسئله روشنه. شخص زیان دیده به دادگاه مراجعه میکنه و رسیدگی میکنن به کارش. اما وقتی که دموکراسی نباشه، مسلماً قوای زورگو اولین کاری که میکنن این است که قوه قضاییه رو تحت سیطره و نفوذ خودشون در میارن. بنابراین عدم استقلال قوه قضاییه یکی از پارامترهای کاملا مشخص و محسوسه در کشورهای غیر دموکراتیک و دیکتاتوری. اولین عامل این است که بایستی راهکاری بیاندیشیم که قوه قضاییه مستقل بماند و به سایر قوا، مخصوصا قوه مجریه و یا نیروی نظامی کشور، حالا هر اسمی که داره، حق دسترازی به این دادگاه ها رو نداشته باشد. بله. و بعد از اینکه این مسئله رو واقعا سازوکارش ریخته شد، بعد مسئله دیگر میماند خود افرادی که در قوه قضاییه دارن کار میکنن، یعنی قضات و کارمندان. اینا واسه تحصیلات حقوقی داشته باشن. عبرتی که ما از 43 سال جمهوری اسلامی گرفتیم این است که اکثر قضاتی که اینا آوردن از حوزه و جاهای دیگه نبودن. خب این تحصیلات داشتن مسئله بسیار مهمیه. موضوع دیگر وضعیت قضات و کارمندای این قوه قضاییه که با فرض اینکه مستقلم هست و قاضی هم تحصیلات خوبی داره، بایستی از نظر مالی هم اینها رو تأمین کرد. من به خاطرم میاد در زمان قبل از انقلاب قضات دادگستری جز بالاترین حقوقهای کارمندا رو داشتن. من خودم قاضی بودم. بله. حقوق من به نسبت همکلاسی من که مثلا رفته بود در وزارت کشاورزی شده بود مشاور حقوقی، حقوق من که قاضی بودم از اون بالاتر بود. حالا نمیخوام بگم چندین برابر اون بود، ولی که یه هوا بالاتر بود. و استدلال هم بر همین بود که قاضی بایستی بی نیاز باشه که دست به ارتشا نزنه. و همین مسئله در مورد کارمندان اداری هم که در دادگاه ها و دادسرها هستن صادقه. نمیشه از آدم گرسنه انتظار پاک دستی و پاک دامنی داشت. نمیشه. و بعد در مرحله بعدتر سازکاری بسی اندیشیده بشه که نظارت دقیق بر عمل کرده دادگاه ها و دادسرها باشه. یعنی بسی سیستمی پیریزی بشه که کاملا دادگاه ها شفاف و به قول معروف در پشت آینه قضاوت بکنن. اینطوری نباشه که در پشت درهای بسته اینگونه دادرسی ها به درد نمیخوره. بله. و قاضی هم به هر حال احتمال خطاش در هر حالت میره، حتی اگر قوه قضاییه مستقر باشه، حتی اگر قاضی بسیار باسواد باشه، حتی اگر بی‌نیاز هم باشه، اما نظارت میخواد. با این چهار عامل میشود انتظار داشت که قوه قضاییه سالمی رو ما داشته باشیم. بله. خب این حالت ایدئال هست و امید هستش که ایران به این حالت ایدئال برسه. حالا وضعی که داریم از هر لحاظ که بشه فکر کرد برعکس این حالتی که شما الان گفتید. این مسیر، این گذار از اینی که الان هست به اونی که شما میگین به نظرتون چجوری باید رفت؟ شما الان مخصوصا
دوستان بعد از اینکه جایزه نوبل رو گرفتین با خیلی از کشورهای دیگه، تجربیات کشورهای دیگه و فعالین حقوق بشر، وکیلای دیگه آشنا شدین. به نظرتون چه مدل‌هایی مناسب هست برای ایران و چی میشه یاد گرفت کلاً از این تجربه‌های کشورهای دیگه که از یک سیستم فوق‌العاده غیر عادلانه به هیچ وجه آزاد نبودن ولی تونستن برسن به یک حالا اگرم کاملاً دموکراتیک و عادلانه نه، خیلی خیلی بهتر. خانم معمار صادقی، سوال شما رو بایستی یک سیاستمدار جواب بده، برای اینکه کار من و تخصص من و حرف من زمانی شروع میشه که حکومتی یعنی دیکتاتوری سرنگون شده و حکومتی که سرکاره با فرض اینکه دموکراته و میخواد قوه قضاییه رو درست بکنه چه کار بایستی بکنه. بله. اما من هرچند این سوال رو جواب میدم ولی هم به عنوان غیر متخصص دیگه عرض کردم این بخش رو از یک فعال سیاسی و یک محقق علوم سیاسی یا جامعه شناس سیاسی بایستی سوال بکنید. به نظر من وقتی که در جابجایی قدرت اتفاق میفته، یه قدرتی سرنگون میشه، قدرت دیگری میآید، اون روزهای اول خواه و نخواه یک بلبشویی هست. حالا هر گروهی که باشه، هر دسته‌ای که باشه، هر ایدئولوژی که باشه، وقتی که به قدرت، یعنی در یه جابجایی قدرت، خیلی طبیعیه که روزها و ماهای اول اون نظمی که یک حکومت مستقل داره اونا ندارن و در این بلبشوی گریز ناپذیر و اجتناب ناپذیر چه بسا خونها ریخته بشه، حقوق تضییع بشه. خب برای جلو، یعنی برای اینکه حداقل برسونیم زیان این دوران بلبشو رو، به نظر من اولین حرف این است که هیچ کس در هیچ موردی بزرگترین جنایت رو هم کرده باشه اعدام نباید بشه، یعنی ممنوعیت اعدام، و هر کی حتی اگر بدترین جنایتکار باشه آزادش نکنی، بلکه یه جایی نگرش داریم که بعد در یک دادرسی عادلانه بهش رسیدگی بشه. پس بنابراین ممنوعیت اعدام یکی از اصوله، برای اینکه زیان اون دوران بلبشا رو به حداقل برسونیم. مسئله دیگر این است که اسلحه ها رو فوراً جمع کنید، دست کسی اسلحه نباشه و با اخطار حاکم اون گروهی که حاکم شدن، اگر با اخطار اونها مردمی که برای براندازی اسلحه دست گرفته بودن حاضر نشوند اسلحهشون رو تحویل بدهند یا تحت نظارت قرار بگیرند چون اسلحه دارن، خودشون بگیم این یه جرمه و اگر شما اطاعت نکنید این مسئله، این حسابرسی خواهید شد. موضوع دیگر سردرگمی مردمه، برای اینکه میگن خب حالا حکومت عوض شد، قوانین هم خب عوض میشه دیگه، خب از چجوری میخوایم زندگی بکنیم. من یادمه که در همین ماهای اول انقلاب حتی مقررات راهنمای رانندگی رو مردم رعایت نمیکردن و فکر میکردن چون انقلاب شده مالیات هم نباید بدن. پس تا مثلا صحبت مالیات بود میگن خب واسه چی انقلاب کردیم،
یا مثلا جریمهش میکردیم، بابا بازم جریمه واسه چی انقلاب کردیم؟ بعد این رو به مردم حالی کرد که سرنگونی رژیم، یک رژیم به منزله ایجاد هرج و مرج نیست. تمام قوانین منهای اعدام و مجازات های قرون وسطایی که در ایران هست فعلا باید سر جاش باشه. یعنی کسی حق نداره به این اعتبار که خب حالا هنوز که قانونی نیست و اون قوانین هم که بندازین دور و مال رژیم الوبل بوده و اینا ما هر کار دلمون بخواد میکنیم. نه، این طوری نیست. باز اجازه بدین که خاطره باز به خاطرم هست. ببینید صد معبر و وسط خیابون شما بیان یه دکه بزنین و آش بفروشین یا آب انار بفروشین یا روزنامه بفروشین و درآمدتون رو در بیارین، این کار درستی نیست. برای اینکه شهرسازی یه قواعدی داره، وسط پیاده رو و وسط خیابون که نمیشه هر کی هر جایی دلش خواست یه چادر بزنه و کاسبی را بیاندازه. بله خب خلای قدرت، اجازه بدین از خلای قدرت بله. مقدار زیادی از خیابان ها و راهبندان ها ایجاد شد برای همین، برای اینکه مردم کار نداشتن، میخواستن چی بکنن. هر جا میرسیدی چهار تا چادر رو دست فروش بود، اصلا خیابان رو بند آورده بودن. خب آخه این که نمیشه، انقلاب شده سر جاش، اما نظم بایستی برقرار بشه و زمانی برقرار میشه که ما این رو به مردم یادآور بشویم. قوانین سر جاشه، مگر اونایی که فوراً صراحتاً حکومت جدید اعلام میکنه که ملغا شده، که اولینش بایستی ممنوعیت اعدام باشه. به نظر میاد من چند تا برداشت دارم از صحبت‌های شما خانم عبادی. یکیش این هستش که در اون مرحله خیلی حساس یک قدرت خیلی محکم که قانون رو خیلی اصرار داره اتفاقا در اجرای قانون لازم هست که همه چیز از دست نره. حالا خودتون گفتین که قانون باید رعایت بشه، منها اون چیزایی که خب زیاده دیگه در جمهوری اسلامی، چیزایی که باعث بی‌عدالتی و اتفاقا برعکس قانون و عدالت هست، یعنی قانونهایی که مخالف حکومت قانون میشه، یعنی قانونی که اجازه میده به پدر سر دخترش رو ببره، یا خب خودتون خیلی میدونین و مردم ایران خودشون خیلی بهتر میدونن، اون قانونا رو شاید بهتره از قبل بگیم که ما اینا رو میخوایم ورداریم، روز بعد از براندازی هیچ کدوم از این قانونا اجرا نشه و این قانونها باید اجرا بشه در یک دولت انتقالی تا اینکه قانون اساسی جدید وجود داشته باشه، قاضیای جدید وجود یا قاضیایی که به قول شما آموزش جدید میبینن. یعنی در اون مرحله حساس باید از قبل بدونیم که پس این قوانین رو قبول داریم در هر شرایط و این قوانین رو میذاریم کنار و شاید یه سری قوانین باشه جدید باشه فقط برای اون مرحله حساس که خیلی از کشورها، من خودم بودم، حالت حکومت نظامی میذارن برای اون دوران که همه چیز از دست نره. شما چه فکر میکنیم؟ ببینید حکومت نظامی یعنی همون چیزی که من گفتم، همه تحت حاکمیت قانون باشن، قانونی که اعلام میشه اینها معتبره. حالا در هر کشوری یه سری مشکلات هست، از جمله بزرگترین مشکل ما مسئله قانون مجازاته. من گفتم هم اعدام باید لغو بشه هم قانون کلیه قوانین کیفری. وقتی که شما قوانین کیفری رو کلن لغو بکنید و ضمناً هیچ حکمی که قبلا صادر شده در این دوران قابلیت اجرا نداره. مثلا کسی
قبل مرتکب سرقت شده و آمدن براش قطع دست اعلام کردن، مجازات قطع دسته. خب تا بخوان اجرا بکنن یکی دو سال طول میکشه. حالا در این مدت اگر عوض بشه هیچ مجازاتی اجرا نخواهد شد، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. یه مسئله، بنابراین مورد تا مورد فرق میکنه. بله. اما باید این رو به مردم بگیم، دوران انتقال دوران بیقانونی نیست. بله. به هیچ به منزله هرج و مرج نیست، چون توجه داشته باشید هرج و مرج همونقدر برای جامعه بده که دیکتاتوری. ما بایستی با تمام قوا مانع از ایجاد هرج و مرج بشیم، برای اینکه هرج و مرج همه چیز رو نابود میکنه. خب به نظرم میاد که ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته، به قول خودتون، نمیشه که به اون روز برسیم بعد تازه فکر بکنیم. به نظرم آدمایی که حقوقدان هستن، وکیل هستن، فعالین حقوق بشر هستن، اهل عدالت انتقالی هستن، در این سالهای همین دوران جمهوری اسلامی حقیقت رو جلوی مردم گذاشتن، از تمام بی‌عدالتی‌های جمهوری اسلامی رو سند کردن. الان اینها، اینو میگم، یعنی این کار انجمن کوروش باید باشه که این آدم‌ها پیشبینی بکنن چه قانون‌هایی لازم هست برای اون دوران حساس گذار، و از قبل به نظرم حاضر آمده داشته باشیم. و الا خب یه خطر این هستش که همه چیز به هم میخوره، میتونه جنگ بشه، میتونه ناامنی بشه، و یا اینکه میتونه یک قدرت جدید بیاد، یه سپاهی بیاد یا یه کسی دیگه بیاد که بگه که مردم من همه چیز رو به دست خودم میگیرم که شما نیفتین تو بی‌ثباتی. خب اون وقت این میشه یه خطر دیگه. خب این به نظرم یه دستاوردی هستش که ما از این صحبتمون خیلی کمش من داشتم، که ما الان اون شکل قانون رو برای اون دوران انتقالی نداریم، یا من ندیدم کسی نوشته باشه، پیشنهاد کرده باشه و بعد کسی دیگه بیاد بگه که خب نه، من سر این و اینش موافقم ولی سر این و اینش موافق نیستم. به نظرم این کاراییه که ما میتونیم بکنیم، و اگر الان این کارو نکنیم خب خودش یه خطر میتونه باشه. از تجربیاتی که خودتون داشتین با قاضیای ایران، به نظرتون خانم عبادی چه چیزایی لازم هست از لحاظ آموزش و در از دوباره پرورش این قاضی ها تا اینکه این قوه قضایی مستقل بتونه شکل بگیره و عادلانه باشه؟ من میتونم به جرأت بگم قوه قضاییی که قبل از انقلاب ما داشتیم به نسبت خیلی از کشورها قوه قضایی سالم و پیشرفته‌ای بود، که پیشرفتگیش اول از همه از دانشکده حقوق شروع می شود. زمانی که من درس می‌خوندم اون موقع زیاد دانشگاه نبود، فقط دانشگاه تهران بود که رشته حقوق رو داشت. من به شما میگم ما چطور درس خوندیم و شما، یعنی امیدوارم یکی از قضات فعلی هم یا کسانی که در انقلاب حقوق خوندن همین حرفا رو بشنون، ببینن چه تفاوت شگرفی بین ماها بوده. ما سال اول و دوم تئوری درس می‌خوندیم و صبح می‌رفتیم سر کلاس از 8 صبح تا 1 بعد از ظهر، همه روزا حتی پنجشنبه ها. از سال سوم و چهارم کلاس ها می افتاد عصرا، یعنی از ساعت 3:30 تا 7:30 8 شب. افرادی که علاقمند بودن اینها رو به عنوان کارآموز می بردن دادگستری، مجانی هم نبودا. اون موقع به هر کدام از ما 300 تومن هم حقوق می دادن، و 300 تومن حقوق یه آموزگار دیپلمه بود.
که بعضی از همکلاسی‌های ما که آموزگار بودن استفاده دادن که بیان از این حقوق استفاده کنن، برای اینکه معادل همون بود یادم می‌گرفتیم. و بعد ما رو تو تمام قسمت‌های مختلف دادگستری، حتی زندان، حتی پزشک قانونی یعنی بعد یه مدتی کارآموزی می‌کردیم، یه دفترچه داشتیم که سرپرستا اونتا اظهار نظر می‌کردن و اگر کسی غیبت می‌کرد از حقوقش کم میشد، یعنی درست مثل اداره بود. نه و انقدر ما خوب یاد گرفتیم به قدری چون میدونین حقوق هم تئوریه، یعنی قضاوت هم تئوریه هم عملیه. شما فقط نمیتونید با خوندن قانون راه و چاه رو پیدا بکنید، این مقدار تجربه میخواست. و هر کدوم از ما وقتی که فارغ التحصیل شدیم در حقیقت خودمون یه نیمچه قاضی بودیم. خب حالا اینو نگاه کنیم، با این همه دانشکده های ریز و درشتی که تو همه جای ایران باز شده، و من به شما بگم در برخی از شهرستان های دور افتاده که مثلا عنوان پیشرفت علمی کشور میخوان گزارش بکنن که چقدر ما سیستم پیشرفته‌ای داریم، اونایی که درس میدن بیشتر از لیسانس خودشون بلد نیستن. معمولا اگر توی اون منطقه قاضی مثلا دادیار تازه کاری چیزی رفته باشه که گاهی اوقات اونا هم نیست، اونا میان درس میدن و 4 سال هم فقط توتیوار یه سری قانون رو میخونن. و حالا اینکه قانون خوندن کافی نیست، ولی هر کس که 4 تا کتاب قانون بخره بذاره تو خونش، خب پس این حقوقدان میشه؟ نه. و اون سیستم تازه وقتی که میامدیم دادگستری میخواستیم استخدام بشیم، یک امتحان فوق‌العاده سخت از ما میگرفتن که ببینن یعنی به تعداد مورد نیاز میخواستن استخدام کنن. و بعد از اون تازه اون میزانم کافی نبود، یک 6 ماه هم اجبارا ما بایستی کارآموزی میکردیم برای خود دادگستری. بله. که صبح میرفتیم باز دادگاه های مختلف کار میکردیم برمان منشی و برمان کارآموز و اینا، و اصلا 2 مرتبه قضات کارآزموده و قدیمی دادگستری میامدن باز تئوری یاد میدادن. خب الان یه امتحان دیگه از ما میگرفت دادگستری، یعنی انقدر ما امتحان دادیم و کارآموزی کردیم واقعا دیگه آزموده شدیم. الان 10 سال طرف قاضی متاسفانه ابتدایی رو چیزای ابتدایی رو بلد نیست، استدلال بلد نیست. خب نه تنها نه تنها این که آموزش ندارن، هر کسی که بیشتر اهل آدم کشی باشه انگار که بیشتر پیشرفت میکنه تو سیستم قضایی، یعنی همون فسادی که گفتین و تشویق به سرکوب و بی‌عدالتی هستش بیشتر تا برعکسش. ببینین خانم عبادی، برای من سوال ایجاد میشه باز از توی صحبتهای خودتون، که خب شما از موقعی که دانشجو بودین دانشگاه تهران وکالت و قانون میخوندین، شما در اصل از کسایی که بزرگتر از خودتون بودن آردی توی قوه قضایی کار میکردن، دادگستری کار میکردن، یاد میگرفتین. یعنی به قول خودتون نه فقط از قانون یاد میگرفتین، از تجربه دیگران یاد میگرفتین که خودتونم تجربه پیدا بکنین. الان یه کسی که دانشگاه بره، فرض کنیم فردا ایران آزاد باشه، بره دانشگاه هم حتی درسی که میخونه درست باشه، خوب باشه، عادلانه باشه، قانون اساسی مملکت هم درست باشه، باز از اون کسایی که بزرگتر از خودش هستن نمیتونه یاد بگیره، برای اینکه چه تجربه ای داره؟ باید از بدیای اونا یاد بگیره، نه از خوبیای اونا. فکر میکنین این خلل رو چیکارش میشه کرد؟ والا من یاد رضاشاه و داور میفتم که اصلا بالکل یه دادگستری تعطیل کردن که بعد داور بیاد پیریزی بکنه یه دادگستری درست حسابی درست کنه. من
متاسفم ولی هم تعداد قضاتی که الان شاغل هستن و به درد یک قوه قضایی با اون استانداردهایی که من گفتم بخورن بسیار کمه، بسیار کمه. به همین دلیل یه درست کردن دادگستری مثل درست کردن دانشگاهست، یه شبه نمیشه، یه شبه نمیشه. یعنی شما یک دوران فطرتی خواهید داشت تا بخواهید یه دیر آموزش بدید بیارید بالا، اون تجربه رو براشون بازسازی بکنید، یه مدتی طول میکشه. بنابراین شاید یکی از راه حل‌های در حقیقت به عنوان موقت بخوایم بهش نگاه کنیم این است که قضات به وسیله هیئتی از صاحب نظران که بی‌طرف هم باشن یه دور یه امتحانی پیش اونا بدن. در همون امتحان اولیه اگر کسی نتواند به اون نمره قبولی برسه اون باید کنار گذاشته بشه. بله، به تدریج بریم روی آموزش و ساختن قضات و نیروی انسانی بیشتر. این و این یک شبه نمیشه. یعنی اگه فکر میکنید در دوران گذار که معمولا یک سال یک سال و نیم بیشتر نباید طول بکشه ما میتونیم یه دادگستری خیلی خوب ترتمیز تحویل مردم بدیم، این تقریبا به شما بگم غیر ممکنه، حداقل تقریبا نزدیک به محاله. این زمان میبینیم، ولیکن باز از اینجا باید شروع بکنیم که یه دهی رو بذاریم کنار با بقیه طوری مدارا بشود تا اینکه نیروی جوان کار کرده کارورز و تحصیل کرده بیاد سر کار. بسیار خوب. ببینید ما راجع به اون پروسه انتقال، پروسه گذار صحبت کردیم و اینکه موضوع فقط قوانین نیست و چجوری در اون مرحله خیلی حساس همه چیز از دست نره، امنیت کشور حفظ بشه و در از این فرصت از طریق اون ثبات و اون حاکمیت قانون فراهم بشه که قانون بتونه دوباره خودش رو قوی بکنه، دوباره خودش رو بسازه. و از اینم صحبت کردیم که خب خود اون نیروی انسانی چقدر اهمیت داره و اون بدون نیروی انسانی مخصوصا قاضیه که هم آموزش داره هم تجربه خوب داره که عادلانه بودن رو یاد گرفته اون رو چجوری بشه تولید کرد، که خب کاملا موافقم که زمان لازم داره. یعنی در حتی بهترین ایدئال ترین شرایط هم باز زمان لازم داره. دو نکته دیگه هم بخواستم ازتون راجبش بپرسم، یکیش که خودتون رو چندین بار بهش اشاره کردین اون اهمیت آموزش هست برای، ولی میخوام راجع به آموزش به طور کلی مردم بپرسم. یعنی یه بچه 5-6 ساله چه چیزایی رو باید یاد بگیره، یا یه بچه بعدن که بزرگتر میشه حتی به سطح دانشگاه که رسیده یک دولت دموکراتیک وظیفه داره چه چیزایی رو به فرزندان مملکت یاد بده که اونها بشن نیروی عدالت، اونا آگاه باشن به اینکه از یک حکومت دموکراتیک چی باید انتظار داشته باشن، مسئولیتشون به مملکت خودشون چی باید باشه و چجوری اون دولتی که از خودشون هست رو به خودشون پاسخگو نگه دارن. معمولا آموزش حقوق بشر می تواند کمک زیادی بکنه، اما حقوق بشر برای سطوح مختلف و سنین متفاوت بایستی تنظیم بشه. یعنی شما به بچه‌ای که توی دبستان و کلاس چهارم و پنجم دبستان یه جور بایستی آزادی بیان یا حق احترام به دیگران رو یاد بدید،
به دبیرستان که میاد نوع اساس و بنیان همونه، نوع نگاه و آموزش فرق میکنه. من شخصا یک زمانی که ایران بودم و قبل از اینکه من کانون مدافعان حقوق بشر رو درست بکنم، همراه با خانم سنتی و چند نفر دیگه انجمن حمایت از حقوق کودکان رو درست کردیم که اولین انجای واقعی راجب کودک در ایران بود و هدف اصلی من در اونجا ورود این مسئله به کتاب‌های درسی بود که خب طبیعتا اجازه آموزش حقوق بشر که نمی‌دادن. من با این شروع کردم که خب قانون اساسی رو به بچه‌ها یاد بدیم، چون قانون اساسی فعلی بسیار معیوبه، اما یه بخشش هست که حقوق ملت بودیم از همون شروع بکنیم. و یادمه که به زمانی بود که مثلا کمی آزادتر بود و اصلاح طلبان سر کار بودن، این طرح رو من به آموزش پرورش دادم و اونا قبول کردن که کتابی بنویسم بر مبنای قانون اساسی ایران برای آموزش در دوره دوم دبیرستان. این کار ما کردیم، شورای آموزش وزارت آموزش پرورش تاییدش کرد، کتاب خواست که چاپ بشه، گفتن خانم عبادی اگه اسم شما باشه موافقت، یعنی به مشکل برمیخوره، اجازه بدیم اسم شما نباشه، چاپ مشکل مهم نیست، باشه اسم، یعنی حتی نوشتن چاپ مثلا انتشارات خانه آموزش پرورش. کتاب چاپ شد، بعد قبل یه عده‌ای متاسفانه این کتاب رو خونده بودن و از اونایی که حواسشون جمع‌تر از اصلاح طلبا بود گفتن این باید خمیل بشه. حالا ایرادایی که میگرفتن چی بود؟ در قانون اساسی هست که رهبر در برابر قانون با مردم مساوی است. من این عبارت قانون اساسی رو نوشته بودم دیگه، گفتم که رهبر با همه مردم مساویه. یه مسئله دیگه ایراد گرفته بودن این است که من فرق بین گناه و جرم رو شرح داده بودم. گفتم جرم اولیست که مثلا قانون گفته، گناه یه چیز دینیه و هر گناهی جرم نیست. خب دروغ گفتم بده اما جرم نیست، و شما بدآموزی میخواییم بکنی؟ یعنی آنچنان یه دویست از این ایرادای همچنینی گرفتن و بیش از 100,000 نسخه کتاب رو خمیر کردن. خب بنابراین ببینید خانم معمار صادقی، شما هر چی از من سوال میکنید آخرش میرسه به این که کی میخواد اجرا بکنه. اگه قرار یه حکم یه کشور بسیار یک حکمران خوب بخواد اجرا بکنه، به نظر من باعثی از اصول و مبانی حقوق بشر شروع بشه. بله. سوال آخر خانم عبادی، بازم ممنونم از وقتی که گذاشتین. بزرگترین ظلم در این دوران جمهوری اسلامی به کودکان و زنان و اقلیت‌های مختلف کشور بوده. به نظرتون در یک دولت دموکراتیک، مخصوصا در دوران انتقال، وظیفه مخصوص هست به بی‌عدالتی که به این آدم‌های انگلیسی میگن categories، یعنی این آدم‌های به خصوص، مثلا برای زنان باید یک پروسه‌های مکانیزم‌های دادگاه‌های به خصوص بذاریم که بگیم که این بدی‌ها شده به زن‌ها، یا به بهائی‌ها این بدی‌ها شده، یا به کودکان این بدی‌ها شده، یا به اقلیت‌های قومی مذهبی دیگر این بدی‌ها شده، یا اینکه نه به نظرتون همه آدم‌ها باید یه جور دیده بشن در یک پروسه حقیقت‌جویی و عدالت انتقالی؟ ما در زمینه اجرای عدالت
که منظور این است که یک حقیقت روشن بشه در این گونه موارد، برای اینکه وقتی در یه کشور غیر دموکراتیک جرمی اتفاق میفته اولین سوال این است که چی شده، این دستور داد که بچه من رو تو خیابون با تیر بکشی، اولین سوال یه خانواده دادخواه اینه. پس بنابراین در درجه اول کشف حقیقت که این برای کلیه دادخواه مهمه، حالا چه بهایی باشه، چه زن باشه، چه اقوام باشه، تمامشون برای همه مهمه کشف حقیقت. مسئله دیگر جبران خسارتی. پسر منو کشتید، خب این دیگه زنده بشو نیست، اما خسارت روحی که به من خورده چگونه قراره جبران بشه؟ و بعد مسئله، البته بعد مسئله دادرسی عادلانه است. در یک بعد از اینکه حقیقت روشن شد، بعد از اینکه جبران خسارت اتفاق افتاد، یک دادرسی عادلانه. در دادرسی عادلانه که شاکی خصوصی حق داره، از حقش میگذره و میتواند بگه نه من از حق مجازات هم نمیگذرم، باید مجازات بشه. در اون صورت طبق ضوابط و قوانین و چیزهایی که تعیین خواهد شد، هر مجرمی بالاخره باید مجازات بشه، باید پاسخ اعمالش باشه. آیا اصلا شدنی هست خانم عبادی در یه سیستمی صحبت 40 چند سال سرکوب و کشتن و بی‌عدالتی و فساد و اینا بوده؟ خب مردم 1001 شکایت دارن، یه دلیلی که اصلا پروسه عدالت انتقالی هست فرق میکنه با عدالت معمولی، برای اینکه همه اینها جمع بشه از طریق یه دادگاه یا چند تا دادگاه بشه به همه این آدم ها پاسخگو بود دولت جدید، و الا چجوری بخوان تمام این آدم ها، صحبت میلیون ها ایرانی هست که برن هر کدوم از شکایت هاشون رو دونه دونه ببرن؟ فکر نمی کنین که اصلا دیگه شدنی نخواهد بود اون پروسه و باید یه روندی باید باشه که برای ملی باشه، برای کل مملکت باشه، و از طریق اون همه مردم احساس بکنن که حقیقت رو دریافتند و به اندازه کافی یه عدالت بوده براشون. ببینید عدالت کشیمنی نیست، به قول ما در جا حق مردم بدیم و برن. من اینجور عدالت ثابت شده که پایدار نیست. اینجور نمونهش آرژانتینه، چندین نوبت آمدن گفتن که مثلا کسانی که بچهشون کشته شده انقدر بهشون پول میدیم، و دولت قبلی هم مثلا 4 نفر رو گرفتن زندان کردن، بعد بخشیدن بقیه رو، سران مجازات بخشیدن. خب گفتم برای چون اینجا یه مسئله ای که اصولا توی تئوری زیاد بحث میشه، صلح مقدم است بر عدالت یا عدالت مقدم است بر صلح؟ چون وقتی صلح داشته باشید در جامعه با طرف کنار بیاید، بعد از عدالت چشم‌پوشی کنید یا اینکه نه عدالت داشته باشید صلح نداشته باشید انقدر زد و خورد بشود که اون عدالت اجرا بشه؟ این یه بحث تئوری خیلی قدیمیه که خاص ایران هم نیست و همه جای دنیا راجبش بحث میشه. ببینید آرژانتین چندین نوبت آمدن یه سری خسارت ها دادن، یه چند نفر به عنوان سران گرفتن، بعد قانون عفو دادن، بعد 2 مرتبه شروع شد. باز یه چند سال گذشت، 2 مرتبه باز مردم اعتراض پشتن. شیلی به همچنین. این است که تجربه ثابت شده که یه جاهایی نمیشه، مزد میخوام ببخشید این لغت عامیانه است، اما باید منظور لغت شیکتر و بهتری الان به ذهن من نمیرسه، عدالت کشیمنی و ماسمالی کردن نمیشه. یعنی جامعه
یه جور میگی ممکنه مثلا دو ماه ساکت باشه، بعد از دو سال دیگه دو مرتبه آتش زیر خاکستر میشه. ولی یه جا باید یه محدودیت گذاشت، یعنی باید یه جا بگیم آیا اینجوری نیستش که باید گفت مثلا فوقش 100 نفر از جمهوری اسلامی میرن زیر داد، یعنی یا مثلا بالاخره یه جا باید وایسه، برای اینکه این حکومت خیلی بزرگ دیگه، در همه سطح کشور دارن، مثلا اونی که داره شلاق میزنه در یه روستایی که اصلا شاید خیلی کم کسی خبر داشته باشه، اون آدم رو باید آورد توی دادگاه. وقت چند سال طول میکشه این پروسه؟ مسلمه اون افرادی که پایین دست هستن فرق میکنه با بالا دستی ها، این خیلی طبیعیه، اما این رو از قبل شما نمیتونید تعیین بکنید. اینو اگه شما مشغول طراحی و پیریزی این مسئله هستید که چگونه میشود خاطیان رو مجازات کرد، از الان شما نمیتونید تعیین کنید، باید ببینید شرایط شما رو کجا میبره. و در این حال اجازه بدیم به یک نکته خیلی مهمی اشاره بکنم که شاید از اول باید میگفتم. به محض اینکه یک رژیمی عوض میشه، در کنار افراد سیاسی یا انقلابی که به قدرت میرسن، در کنار اون حکومت جدید، حتما بایستی یک هیئتی اقلن 6-7 نفر، حداقل 6-7 نفر و حد اکثر 20 نفر برای هر کنون از اینا هم دلیل دارم، بایستی از افراد معمر و خوشنام حقوقی باشه که اینها همونجا فورا از روز اول شروع کنن با توجه به شرایط که چه قوانینی لغو شده، چه قوانینی را الان فورا باید اجرا بکنیم، شیوه اجرای عدالت چگونه واسی باشه. اون موقع اون گروهی که مورد اعتماد مردم هستن بدون حاشیه زندگی کردن بر حسب شرایط زمان میتوانن تعیین بکنن که دادگاه ها چجوری شروع به کار بکنن. این آدم ها از الان میتونن تا یه حدی با هم همکاری بکنن یا نه؟ به نظرتون خطرناکه یا حتی اصلا از الان در این شرایط معلوم نیست، نمیتونه معلوم بشه که اون آدم ها کیان؟ ببینید این بستگی داره به هر، میدونید ما بدون رو درواسی صحبت کنم، الا ماشاءالله اپوزیسیون داریم، گروه های مختلف، هر گروهی اگه فکر میکنه که یه دهی رو به هر حال دورش داره دیگه. من واقعا توصیه‌ام به این است که هر گروهی که داره با هم دیگه کار میکنن، اون گروه بیان از خودشون حقوقدانانی که مورد اعتماد هستن و میدونن اگر فردا اون گروه بیاد از سر کار بخواهد آقای ایکس یا خانم ایگرگ رو به عنوان حقوقدان معرفی بکنه، کسی براش حرف و حدیث نداره. بعضی ها هستن بدون حاشیه و بعضی ها هستن خیلی پر حاشیه. حالا این حاشیه ممکنه به غلط هم ایجاد شده باشه ها، ولی که میدونین فرق داره. این است که من کلن در شرایط جنجالی پس از انقلاب افراد بدون حاشیه، خوشنام و تا حدودی معمر رو که میدونین، برای که اون عیبه، یعنی جوان خیلی خوبه، ولی که جوان 20 ساله 25 ساله رو 83 میلیون مردم ایران ممکنه همه نشناسن، سابقش رو در حقیقت حساب کتابش روشن نباشه برای مردم، اما افرادی که دیگه مورد اعتماد مردم هستن اون رو انتخاب بشن. بعضی از چیزا هست که از قبل شما نمیتونید پیش بینی کنید. از قبل میتونیم پیش بینی کنیم که آقا اعدام حتما نداریم، ولی که بعد چی کار بکنیم، قدم بعدی چطوره، اون موقع حسب شرایط اون
حقوقدارا باید بشینن با این شرایط، یعنی وقتی که یه دی آدم خوشنام میشینن میگن آقا ما 10 نفر ما 15 نفر نشستیم گفتیم که از فردا این قانون لغوه، اکثریت حرفشون رو قبول بکنن، بدونن اینا بدون نفع شخصی دارن حرف میزنن. خب اون خودش یه چالش بزرگیه میدونین، برای اینکه بالاخره خود این حکومت و بعدن هم حکومت به طور رسمی وجود نداشته باشه، بالاخره آدمایی هستن که هنوز میخوان یه جوری اون حکومت برگرده یا سعی میکنن خلاصه جلوی این اعتماد مردم رو بگیرن. ولی حرفتون رو کاملا میفهمم. خانم عبادی خیلی خیلی ازتون ممنونم بابت این فرصت با انجمن کوروش صحبت کردین. امیدوارم که بیشتر بتونیم از تجربه و فکر شما استفاده بکنین. از همه تشکر میکنم که این برنامه رو نگاه کردن. خیلی ممنون. ممنون از شما و همه کسانی که با حوصله این حرفا رو شنیدن. بازم خیلی تشکر میکنم ازتون خانم عبادی. مرسی. مرسی.